حمله اسرائیلی یک سال قبل بر سیاحین اسرائیلی در بلغاریا یکی از اعضای اتحادیه اروپا آن اتحادیه را تکان داد. در این حمله 5 سیاح همراه با راننده بلغاریاییشان کشته و ده ها تن دیگر زخمی گردید. اروپا و اسرائیل حزب الله را متهم به این حمله کردند. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا در مذاکرات اتحادیه اروپا در بروسل ترغیب کننده عمده قرار دادن حزب الله در فهرست دهشت افکنان بود. ما باور داریم که این بسیار مهم است که اگر حمله بر سرزمین اروپایی ها صورت می گیرد، اروپا پاسخ واضح و جدی بدهد. این تصمیم کار را برای ما آسان تر می سازد که در صورت تهدیدات آینده دهشت افکنی ما متحد شده و پیام واضح به حزب الله و دیگران برسانیم. بعضی از اعضای اتحادیه اروپا در مورد این تصمیم بی‌میلی نشان دادند، اما چنین معلوم می شود که مداخله حزب الله در سوریه که نقش عمده را در قسمت کمک نیروهای حکومت برای برنده شدن نبرد در شهر استراتژیک قصیر بازی کرد، باعث تغییر نظریات شد. روزمری هولیس، پروفسور مطالعات پالیسی شرق میانه در سیتی یونیورسیتی لندن میگوید: این موضوع در لندن و لبنان مشکل خواهد بود تا به صورت درست شاخه نظامی گروه حزب الله را از اعضای دیگران تشخیص داد و صورتی که آنها بتوانند به شکل عادی به فعالیت‌هایشان با حکومت ادامه بدهند. تصمیم اتحادیه اروپا بر شاخه سیاسی حزب الله که متحد پرقدرت پارلمان لبنان است اثرگذار نیست. لبنان هشدار داده است که این امر ممکن باعث بی‌ثباتی بیشتر آن کشور گردد. آنها فکر میکنند که دخالت حزب الله در سوریه که به صورت قابل ملاحظه در مبارزه با پشتیبانی بشار الاسد مهم است، لبنان را بی‌ثبات میسازد. اما استدلال دیگر این است که با این تصمیم آنها ممکن موضوعات را در روابط داخلی لبنان مغلق سازد. ایالات متحده آمریکا همراه به بریتانیا، هلند، استرالیا و کانادا قبلا حزب الله را در فهرست دهشت افکنان قرار داده بودند. شمون پریز رئیس جمهور اسرائیل از این اقدام اتحادیه اروپا استقبال کرد. حقیقت این است که آنها با یک فیصله بزرگ دست یافتند که بسیار مهم و پرمعنا است. وزرای اتحادیه اروپا همچنان موضوع سوریه را مورد بحث قرار دادند، با وجودی که اشاره به مسلح ساختن نیروهای شورشیان و تعقیب تصمیم آن اتحادیه در ماه می مبنی بر ختم تحریم سلاح نشد.